ایشان تجربه هشت سال دفاع مقدس را در تاریخ کشور کم نظیر خواندند و افسودند در این هشت سال در واقع همه قدرت های دنیا اعم از شرق و غرب و کشورهای وابسته به آنها در مقابل جمهوری اسلامی ایران سفارایی کرده بودند و پیشرفته ترین تجهیزات را در اختیار رژیم بعثی عراق قرار دادند. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و دموکراسی حتی از دادن سلاحهای شیمیایی به رژیم بعث عراق دریغ نکردند تا شاید بتوانند نظام اسلامی و مردم ایران را به زانو درآورند. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند با وجود همه این تلاشها و حمایت ها قدرت ها نتوانستند جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورند. که این فصل از تاریخ ایران تجربه بسیار ارزشمند و بزرگ است و در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد. ایشان سعادت و پیشرفت ملتها را در گرو صبر و استقامت برای عبور موفقیت از مقاطع تاریخی دانستند و تأکید کردند، ملت ایران با داشتن تجربه های, های همچون انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و همچنین موقعیت خوب امروز قطعا از مقطع کنونی نیز با سربلندی عبور خواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تهدیدهای دشمنان ملت ایران خاطر نشان کردند کسرت تهدیدها نشان دهنده قدرت نظام اسلامی است زیرا اگر جمهوری اسلامی قدرت و تأثیر بالایی نداشت بدخواهان ملت ایران این گونه سراسیمه خود را به آب آتش نمی زدند. حضرت آیت الله خامنه در پایان سخنان خود نقش نیروی انسانی را در نیروهای مسلح مهم ارزیابی و بر رزوم قانع نبودن به پیشرفت های کنونی و حفظ روحیه دفاع مقدس تأکید کردند. در ابتدای این دیدار سردار سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از آمادگی های دفاعی این نیروها و برنامه های سال جدید ارائه کرد.